سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده درباره وضعیت از سفار های مراکش بیانیه ای صادر کرد به گزارش شیویوز در این بیانیه آمده است سازمان جهانی نفی خشونت اخیرا به اسناد و گزارش هایی دست یافته است که از اوضاع مخاطر آمیز و فاجعه بار بازداشتگان در زندان های کشور مراکش حکایت دارد که در حد جرائم ضد انسانی است این بیانیه افزود بر پایه گزارش های به دست آمده بیش از 4600 تن از زندانیان این کشور از عقب ماندگان و بیماران روانی هستند که حاکمیت کشور آنان را بر اساس اتهامات سیاسی بازداشت کرده است و در حال حاضر هزاران شهروند مراکشی بدون هیچ جرم یا محکومیت قانونی در بازداشت های ظالمانه به سر میبرند سازمان جهانی نفی خشونت در این بیانیه افزود اگر اطلاعات به دست آمده درست باشد از وجود وضعیت خطرناکی در پرونده حقوق بشری در پادشاهی مراکش شکایت دارد و پیامدهای خطرناکتری نسبت به وضعیت کلی صلح و مسائل اجتماعی داخل این کشور را در پی خواهد داشت مسلمان آزاد تاکید کرد از آنجایی که چنین وضعیتی نشان دهنده نقض آشکار حقوق بشر می باشد لازم است که بدون فوت وقت راهکارهای قانونی اتخاذ شود تا از این راه کسانی که جنایت های این چنین را به انجام رسانیدن به دادگاه جنایی سپرده شوند تا به سزای اعمال خود برسند سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده در پایان این بیانی آورده است از نظر ما و با توجه و اهمیت گزارش های یاد شده نهاد بین حقوق بشر و هیئت عمومی سازمان ملل متحد باید طی اقدامی شفاف و بدون ابهام حقایق را برای افکار عمومی روشن کرده و وقاع پشت پرده را که در زندان‌های کشور مراکش رخ می‌دهد به اطلاع جهانیان برسانند.